به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هشتم امیدوارم که جور و سعدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدین خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی هستیم درست است فصل دهم ده احساییه یا آمار برش گفته من میگه درست است و درس دوم امروز ما و شما با هم دیگه میخوانیم اما عنوان هایی که ما و شما باید بخوانیم چی است اول کسرت تجمعی یا فرکانسی تجمعی و دوم کسرت نسبی یا فرکانسی نسبی را با همدیگه دیگه میخوانیم درست است اگر درس گذشته یادتون باشد ما و شما جدول کسرت یا جدول فرکانسی را گفتیم به چه شکل است گفتیم ما میتونیم چی دیت های ما و شما اگر زیاد باشد تعدادش ما توانیم دسته کنیم سرحد پایین سرحد بالا وسط دسته یا مرکز دسته طول دسته ها رو گفتیم که میتونیم دریافت کنیم درست است خب و او تعداد او دیتا هایی که دو دی قرار داره را او را شمار میکردیم و نوشته کردیم و او رو میگفتیم چی فرکانسی مطلق یا چی کسرت مطلق درست است اما درس امروز ما شما چی است فرکانسی یا کسرت چرا رو میخوانیم تجمعی رو میخوانیم و فرکانسی یا کسرت نسبی رو با هم دیگه میخوانیم این کمی با درس قبلی فرق میکنه پس دقت کوچیک عزیز که این درس هم بفهمید خب قبلی که بریم درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته رو باید به با ما روان میکردید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پس میریم سر تخته درس امروز شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی کسرت تجمعی یا فرکانسی تجمعی درست است اگر یادتون باشه درس گذشته ما و شما چی کسرت مطلق یا فرکانسی مطلق گفتیم چی هست دیگه نه فرکانسی مطلق گفتیم عمو تعداد دیتا هایی که دو دسته قرار داره درست است خب آل ما و شما چی داریم ما و شما علاوه بر که ما کسرت تج... مطلق داریم کسرت تجمعی را ما میتونیم نوشته کنیم اما تجمعی چی است ما مثال براتون کار میکنم تا بفهمید به عنوان مثال پس بون ما نوشته کنم کسرت تجمعی درس ما و شما امروز است کسرت یافت گفتیم فرکانسی هم برش میگن درست است کسرت تجمعی خب شاگرد عزیز دقت کنید یک مثال ما میزنم به عنوان مثال با ما گفته که ما دیتا را رو دیگه نوشتم در یک, یک جدول فرکانسی نوشتم میکنم. با ما شما گفته که تولیدات به عنوان مثال تولیدات پنبه چند ولایت کشور با ما شما داده گفته مثلا اقا با مثال بغلان 5 تن چی داره 5 تن پنبه داره سیست پس نوشتن میکنیم این میشه چی؟ ولایت ها وایم چی میشه؟ میزان تولید میزان تولید پنبه به تون سیست؟ خب عنوان مثال بغلان چند گفتیم؟ پنج تون چی داره؟ پنبه داره درست است؟ خب اما دقت کنید عنوان مثال بغلان گفتیم پنج تون داره دیگه چی؟ دیگه بلخ مثلا ده تون پمبا تنسا تولید کنه صحیح است دیگه چی کندوز کندوز چقدر تنسا کندوز بونوان مثال تنسا 8 تن پمبا تولید کرده صحیح است دیگه چی بگیم دیگه سرپل سرپل بونوان مثال 7 تن پمبا تولید کرده صحیح است خب و دیگه چی یک ولایت دیگه بگیم شما شما به نظرتون کدام ولایت بگیم چاگرد عزیز بونوان مثال بگیم چی ولایت مثلا بگیم چی هرات صحیح است هرات هرات چقدر تولید کرده بالا مثال هم هرات هم 6 تن پنبه تولید کرده در یک سال درست است در یک سالی که گذشته خب حالا اگر دقیق دقت کنید پس میزان تولید چی میشه این همو فرکانسی چی است فرکانسی مطلق است که همو چی میزانی که تولید کرده اما ما شما یک فرکانسی داریم به اسم فرکانسی چی تجمعی پس من اینجا نوشتم می کنم کثرت تجمعی درست خب دقت کن شاگرد عزیز این هم چی میشه میزان تولید بان این میشه که کسرت مطلق کسرت مطلق سیست پس کسرت مطلق و کسرت تجمع کسرت مطلق خفا میدیم چی است اما کسرت تجمعی کسرت تجمعی به شکل است کسرت تجمعی معنایشی است که شما کسرت مطلق با, دیسه با دیسته قبل یا با, دیسه قبل جمع بساز و نوشته کن سیست؟ عنوان مثال دقت کنید خب این دیسه اول ما و شما که ولایت اول ما و شما بغلان است که چند چقدر تولید کرده؟ پنج تون پنبه تولید کرده که خودش میشه پنج تون قبل از دیگه دیسته وجود نداره اما بلخ بلخ کسرت تجمعی چی میشه؟ معنایش است که بلخ و دیسته قبلش بلخ و بغلان با همدیگه چقدر تولید کرده یعنی شما باید بیای اینی ده و پنج با هم دیگه چی کنید؟ جمع بسازید پنج جمع جمع پنج چند میشه؟ میشه پانزده پس کسرت تجمعیش میشه چند شکرده عزیز؟ میشه پانزده تون فهمید چه رقم شد دیگه چون نامش روی است تجمعی یعنی جمع شوه با چی با دیست قبل که پس کسرت تجمعی معنایش است که شما کسرت مطلق هر دیسته را با دیستهای قبل جمع بساز صحیح شد خب کندز چی میشه کسرت تجمعی کندز اگه دریافت کنیم اش جمع ده جمع پنج با هر چی قبل از است تنها یکی قبلش نه هر چی که قبل از است باید با هم چی کنیم جمع بسازیم 8 جمع ده جمع 5 چند میشه 8 جمع ده میشه 18 جمع 5 میشه 23 آفرین 23 صحیح اما سر پول چی میشه کسرت تجمعش میشه 7 جمع 8 جمع ده جمع 5 اگر دقت کنید شاگرد عزیز من به جای اینکه بیام اینا رو جمع کنم من میتونم یعنی هفته با یعنی 23 جمع بسازم خب 23 چی است امیاس دیگه امیار که جمع کردیم 5 و 10 و جمع کردیم شده 23 پس من اینی که 23 اگر جمع بسازم چند میشه؟ میشه C صحیح شد؟ پس فهمیدی چی رقم شد دیگه نه؟ به جایی که معالی با نوال مثال هرات ما بخوام که سر دریافت کنیم تو باید شش با کل اعداد قبل جمع بسازی ولی ما به جایی که کار بکنم میام شش که جمع بسازم چون این سی امی اعداد جمع امی اعداد است دیگه است. پس سی جمع شش میشه و شش سی سی؟ فهمیدید چی شده یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز دقت کنید ما چی حرفی کسرت مطلق است همو دیتا هایی که با ما و شما دیتا اولی که ما و شما رو میکنیم چند تا است صحیح خب این اگر جمع بسازیم جمع یار ما و شما بسازیم جمع بسازید جمع 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 مشه شش جمع هفت جمع 8 جمع 10 جمع ۳ میشه 36 دقیقاً دقت دقیق کنید 36 یعنی جمع کل دیتا های ما و شما کسرت مطلق ما و شما دقت کن عزیز تعداد کل دیت ها یا کسرت مطلق جمع کل کسرت مطلق دقیقاً با چی میشه با فرکانسی تجمعی یا کسرت تجمعی دیسه آخر باید برابر شود 100 درصد صحیح چون که تجمعی ما میسی که میار کلش با قبلی ها جمع کو دیگه باید باید چی شوه مساوی شود اگر مساوی نشد یک جای کار غلط است باید برید چک کنی کجا غلط شده فهمید شد شاگرد عزیز پس کسرت مطلق چی شد کسرت مطلق عمو چی است عمو دیتا اولی که ما شما شمار میکنیم و کسرت تجمعی چی است کسرت تجمعی تعریفی شی است که شما کسرت مطلق هر دسته با دسته قبلش جمع بساز و نوشته کو خب دسته اول که قبل دسته نیست پس خودش میشه صحیح است دوم ده چی میشه کسرت مطلقش ده است با 5 جمع باید شده و دسته سوم جمع 10 جمع 5 که شد چند 23 و افت جمعش جمع ده جمع پنجم شد سی و شش جمع هفت جمعش جمع ده جمع پنجم شد سی و شش سه است چرا چی رقم شد دیگه نه پس چی است شاگرد عزیز این کسرت تجمعی رو فامیلیم چرا رقم شد دیگه درست است خب شاگرد عزیز من یک تو مثال دیگه دیگه کار میکنم دقت کنید با اون مثال ما شما این جدول به ما شما داده جدول فرکانسی به ما شما داده جدول کسرت یا جدول فرکانسی گفتیم برش میگیم دیگه سه است خب به ما و شما گفته اینجا, اینجا گفته دیسته حال کار نداریم اطلاعات مال چی است فرق نمیکنه با عنوان مثلا نمره میتونه باشه نم، نمره ریاضی یک شاگردا باشه فرق نمیکنه هر چیزی جدول فکسرت به ما و شما داده شده صحیح گفته دسته ما و شما از چند تا چند است با عنوان سال از ده تا 20 صحیح از بیست تا چند سی از سی تا 40 صحیح ده اینجا گفته کسرت مطلق یا فرکانسی مطلق گفتیم برایش هم گفتم میشه دیگه نه مطلق و در اینجا گفته کسرت تجمعی شما دریافت کن کسرت تجمعی سعیش خب دقت کن شاگرد عزیز کسرت تجمعی به ما شما به شکل داده کسرت مطلق گفته که داد فقط یک نکته شاگرد عزیز دقت کنید اول این دسته اول ما شما 10 تا 20 دومی هم 20 تا 3 گفتیم میره درس قبل گفتیم دیگه گفتیم اینی 20 اگر یک یک دیتا 20 باشه در کدام دسته قرار داره در دا دسته دوم قرار داره همیشه گفتیم اینی سرحد پایین شامل میشه سرحد بالا شامل نمیشه اگر یادتان بیایه من چی میکردم گفتم ایره چی میگیریم قوس متوسط میگیریم یعنی خود شامل است اما بیست قوس خورد میگرفتیم یعنی خود بیست شامل نیست سیست پس در کتابتان اگر دقت کنید قوس ها نمونده فقط خودت باید بفهمی که سرحد پایین شامل است سرحد بالا شامل نیست یعنی اگر ما یک دیتا 20 داشته باشیم دیتا ما و شما در دسته دوم قرار داره دسته اول قرار نداره این فیکستون باشه صحیح؟ خب حالا ما و شما اینو میمانیم قوسای ولی در کتاب اگر نگاه کنید قوسا را نمانده ولی خودت باید بفهمی سرحد پایین شامل است سرحد بالا شامل نیست خب با ما, ما و شما داده کسرت مطلق داده چند کثرت مطلق دسته اول داده 5 درست است کثرت مطلق دوم نداده کثرت مطلق سوم داده 3 فیس ایر نه گفته خود دیر دریافت کن ایر گفته ایر ایکس مانده خب و کسره تجمعی چی گفته؟ کسره تجمعی ایر, ایر نداده سیست گفته وای ده اینجا داده پانزده و رم داده چی؟ وای زید گفته ایکس وای زید شما دریافت کن چی عددی است؟ خب این بسیار آسان میفهمیم چه رقم کار میکنیم برای شاگرد عزیز خب میگیم که این کسرت مطلق چی است دسته اول 5 است خب کسرت تجمعی از این هم چی میشه این هم 5 میشه گفتیم دیگه یعنی باید با دسته قبل خود دسته قبل وجود نداره پس همون میشه خودش پس وای ما و شما چند میشه شاگرد عزیز وای ما و شما 5 میشه پس تا وای دریافت کنیم درست است اما دوم به جای مطلق نداد. اما کسرت تجمعی رو دادم گفته 15 شده یعنی چی یعنی یک عدد بوده که با 5 جمع شده با قبلی خودش و شده 15 اینی عدد چند بوده که با پنج جمع شده شده 15 آفرین و که گفتن چند ده احسن بر شما پس چند بوده ده بوده صحیح چون ده جمع پنج میشه 15 صحیح و در آخر خب حالی زید گفته در یافت زید خود چی میشه شما باید چی اینی فرکانسی یا کثرت مطلق با دیسای قبل جمع بسازی سه جمع ده جمع پنج پنج و ده پانزه جمع سه میشه چند؟ پس چند شد؟ هجده. پس ممکنه سوالم به شک به با ما و شما بیت که ما و شما میتونیم کار کنیم درست است پس کسرت تجمعی را شاگرد عزیز فهمیدیم چی است کسرت تجمعی معنایش است که هر دسته کسرت تجمعیش میشه فریکنسی یا کسرت مطلقش با دسته های قبل باید جمع بسازیم درست است پس یه از چی شاگرد عزیز کسرت تجمعی شاگردای عزیز و گرامی پس کسرت تجمعی را خواندیم و فهمیدیم بسیار آسان است نه گفتیم کسرت تجمعی هر دسته میشه کسرت مطلق همو دسته با دسته های قبلش باید جمع بسازیم نامش رویش است تجمعی از جمع میآید صحیح است پس هم چی شد کسرت تجمعی اما کسرت نسبی کسرت نسبی چی است دقت کن شاگرد عزیز با مثال ما دو سنف داریم دو سنف داریم دو سنف با مثال سنف هشتم باشه دو سنف هشتم داریم در دا یک مکتب و یاران ما امتحان گرفتیم نمراتشان رو ثبت کردیم و می‌خوایم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم که کدام سنف در امتحان بهتر کار کرده و نمره بهتری گرفته است خب اما اگر تعداد شاگردان مساوی باشد به با مثال هر دو سنف چی باشد هر دو سنف 20 نفر باشد ما میتونیم از روی بفهمیم از دسته ها از روی کسرت های مطلق مفهمیم که کدام دسته بهتر کار کرده به مثال ما از نمره از... به مثال نمره ما از 50 نمره باشه صحیح است امتحان ماهانه است صحیح است از 50 نمره اگر 100 نباشه از 50 نمره, از... نمره, از... نمره باشه خب دسته اول ما بگیریم از 0 تا 30 از صفر تا سی را بگیریم چی؟ ضعیف در نظر بگیریم از سی تا چل بگیریم متوسط و از چل تا پینجا را بگیریم قوی سیست اگر به اون سیست بیشک ما شما بندی کنیم سه دیسته جور کنیم خب بعد ما میتونیم اگر تعداد شاگردهای دو, دو, دو سنف ما هم مساوی باشه ما میتونیم از روی کسرت مطلق نتیجه گیری کنیم کدام سنف شاگردهای ضعیف بیشتری داره یا شاگردهای قوی بیشتر داره سیست اما اگر تعداد شاگردهای دو سنف مساوی نباشد با سال یک تایش 20 تا باشه یک تایش چند تا باشه 15 تا باشه صحیح است یک تایش 18 تا باشه یک تایش 10 تا باشه بعد ما و شما بیایم از روی کسرت های مطلق نمیتونیم نتیجه بگیریم که چقدر میشه پس ما و شما با, با او خاطر ما شما یک چیز نیاز داریم کسرت تجمعی نیازه که ببخشید کسرت نسبی را نیاز داریم که کس با توجه به کسرت نسبی ما میتونیم نتیجه بگیریم بین از دو سنف مقایسه کنیم ببینیم شاگردای قوی کدام سنف بیشتر است صحیح و معمولا کسرت نسبی که ما شما دریافت میکنیم و او را ما ضرب در 100 میکنیم و به شکل فیصد بیان میشه و از روی فیصد بسیار آسان تر میفهمیم که کدام شا... کدام صنف در شاگرد قوی از او بیشتر بوده و درس بیشتر خونده سیست پس میریم سر تخته و این مثال ما برتون تشریح میکنم پس همراه ما باشید شاگرد عزیز و گرامی کسرت نسبی چی است گفتم براتون دیگه نه به عنوان مثال گفتم اگر ما و شما دو صنف داشته باشیم صنف هشتم و درس ریاضی را از امتحان گرفته باشیم و نمرات ثبت کرده باشیم و جدول فرکانسی را داشته باشیم جدول کسرت داریم به عنوان مثال دقت کنید ما به شکل جدولش میکشیم برایتون صنف اول ما و شما شاگرد عزیز دقت به شکل است بیر میگیم که دسته ها یا یعنی میشه فرکانسی مطلقش فرکانسی مطلق یا کسرت مطلق دقت کنید شکر عزیز با مثال ما گفتیم این چی است این جدول این جدول ای کسرت برای سنف اول است صحیح از صفر تا سی نمره را گفتیم چی میگیریم از صفر تا سی را ما چی میگیریم گفتیم دسته ضعیف میگیریم صحیح است ضعیف هستند و از سی تا چل چی میگیریم متوسط میگیریم و از چل تا پنجاره از چل تا 50 دقت کن شاگرد عزیز این دیس آخر گفتیم باید چی باشه اردو شامل میشه چون دیس بعدی نداره که 50 دو شامل شوه صحیح است ولی قبلم قبل هم دقت کن دیس قبل باید چی کنیم یعنی 40 شامل از دیس دوم نیست نه 40 شامل دیس سوم است پس به خاطر ما قوس خرد برش میگیرم صحیح پس اینو میگیم دیس ضعیف اینو میگیم دیس متوسط و اینو میگیم دیس قوی شاگردایی که نمره از 40 تا 50 بوده قوی خوب درس خوانده صحیح است خب کسرت مطلق با نون سال چند باشه کسرت مطلقش باشه با نون سال 5 صحیح یا باشه 16 و یا چند 4 صحیح است نفر نمره بین سی تا 40 گرفته 4 نفر بین 40 تا 50 گرفته و 5 نفر بین 0 تا سی گرفته خب شاگرد عزیز کل دیتا رو با هم دیگه ما شما جمع بسازیم که سر از مطلق میشه تعداد کل شاگردا کل دیتا ها یا اگه جمع بسازیم درست است خب 5 جمع 16 جمع 4 چند میشه 4 و میشه 20 جمع 5 میشه 25 صحیح است چند شد؟ 25 شد اما دقت کنید ما جدول کسرت سنف دوم در اینجا میکشم خب باز دوباره دسته ها دسته های ما و شما به این شکل است از صفر تا سی را ما و شما میگیم چی؟ از صفر تا سی را میگیریم ضعیف از سی تا چهل شاگرد عزیز چی میگیریم؟ متوسط و از چهل تا پینجا را میگیریم شاگرد های قوی است خب باز دوباره فریکنسی مطلق ما و شما کسرت مطلق یا فرکانسی مطلق و ما شما دیتار داده چند و ما شما به عنوان داده ده دا اینجا داده سه سیست ایر داده چند اف و ایرم داده پنج بشک داده گفته سه سه نفر چی داره بین نمره بین صفر تا سی گرفته اف نفر نمره رو بین چند بین سی تا چل گرفته و پنج نفر نمره رو بین چل تا پینجا گرفته خب جمع یا رو بسازید چند میشه؟ سه و هفت میشه ده جمع پنج میشه پانزده سه یعنی چی؟ یعنی سنف اول ما و شما بیست و پنج شاگرد داشته سنف دوم پانزده شاگرد داشته خب ایاره که ما و شما مقایسه کنیم از روی کسرت مطلق مقایسه نمیتونیم چون دیسه ضعیف از 5 تاست دیسه ضعیف از سه تاست کدامش بهتر است میگیم این ضعیف تر است میگیم نه خیر چون اگه شاگردان مساوی بود بله میتونستیم نتیجه گیری کنیم اگر هم 25 تا شاگرد می داشت دقیقاً مثل از 25 شاگرد می داشت بعد کسرتا رو مقایسه میکنیم میفهمیم کدام دیسه قوی تره با عنوان مثلا دسته اول الان دقت کنید با شما چی داریم چهار تا دومش سنف اول نمره سی تا چل دسته متوسط سنف اول شانزه نفره دسته متوسط سنف دو افت نفره میگیم تعداد از یا بیشتر است خب این کلش هم بیشتر است دیگه نه؟ یعنی شانزه و افت ما و شما مقایسه نمیتونه ولی بگیم که نظر به یا نتیجه گیر کنیم درست است چون تعداد شاگرد ها مساوی نیست با او خاطر ما چی میکنیم شاگرد عزیز با خاطر ما میایم یارا کسرت نسبی یارم دریافت میکنیم کسرت نسبی از یا بسیار آسان است دقت کنید بس من نوشتم میکنم کثرت نسبی پس ما یک تا دیگه دیگرم جور میکنیم به اسم کثرت نسبی کثرت نسبی جور میکنیم در اینجا هم نوشته کنیم نسبی خب شاید از دقیق کنید کثرت نسبی فرمولش بسیار آسان است کثرت نسبی فرمولش به این شکل است شما باید چی کنید؟ باید کثرت مطلق تقسیم بر تعداد کل دیتا ها کنید کل دیتا های در اینجا چند است؟ 25 است پس من یعنی 5 باید تقسیم بر 25 بسازم پس 5 تقسیم بر 25 این جور جور کنید چی میشه این را میتون شاگرد از اختصار کنید 5 با 25 اختصار میشه 1 بر 5 صحیح است 1 بر 5 که اگر ما این را به شکل 1 تقسیم در 5 بسازم چی میشه شاگرد عزیز این رو با مشتصاب تقسیم کنیم میشه 0.2 صحیح است سرف اعشاریه دو میشه اگر چی تقسیم کنیم یا هم یک بر پنجم سیست ولی اگر با اعشاریه دار جور کنیم باز را راحت تر مقایسه کنیم خب شاگرد عزیز 16 تقسیم بر 25 16 تقسیم بر 25 درست است این را با تقسیم کنیم ببینیم چند میشه من با ماشین حساب تقسیم میکنم شاگرد عزیز یک دقیقه من تلفن خودا بگیرم این را که تقسیم بسازیم 16 تقسیم بر 25 میشه 0 اشاریه شست و چار سایست. اما دیسه سوم چار تقسیم بر 25. و پنج. چار تقسیم بر 25 بسازید پس میشه چار تقسیم بر 25. اگر بسازید میشه صفر اشاریه شانزده صفر اشاریه شانزده دقت کنید شکرده عزیز اگر ما این اعداد کلش جمع بسازید باید یک شود این نکته بسیار مهم است ما کسرت نسبی را کلش جمع بسازیم باید یک شو اشاری دو، اشاری اشاری را جمع یک شوه 0.2 0.64 0.16 جمع بسازید دقیقاً چند میشه یک میشه دقیقاً بعد ما یک بار دیگه نوشته کنیم 0.16 جمع 0.64 0.64 جمع 0.2 0.2 که دقیقاً جواب ما شما چند میشه یک میشه اگر یک نشه یعنی یک جای غلط کردیم پس فکر باشه خب اما در کسرت در دسته دوم در صنف دوم ما شما بریم جور کنیم سه،, سه تقسیم بر چند کل دیتا ما شما چند تاست 15 تا سه تقسیم بر 15 سه سه تقسیم بر 15 اگر تقسیم بسازید میشه چند اختصار کنیم یا با ماشین حساب جور تقسیم کنید سه تقسیم بر 15 اگر بسازیم دقیقا میشه 0.2 0.2 میشه سه و هفت تقسیم بر 15 هفت تقسیم بر 15 دقت کنید چرا یار تقسیم بر 25 کردیم چون کل دیتا های ما و شما شاگرد ما و شما 25 تاست اما در اینجا 15 تاست پس هر دیسر در خودش تقسیم میکنی ها صحیح است خب افت تقسیم بر 15 چند میشه این ما اگه جور کنیم افت تقسیم بر 15 میشه 0.0 صفر 0.47 صفر تقریبا رو روند اف کردیم صحیح است و دیسا اخرام 5 تقسیم بر 15 اگه بسازیم 5 تقسیم بر 15 بسازیم صحیح چند میشه پنج تقسیم بر پانزده بسازیم میشه سفر اشاره سی و سفر سی و, و یارم کلش اگر با هم جمع بسازیم دقیقا یک میشه این جمع بساز دقیقا نشه یک سه است یا ای کسری جمع بساز نسب... این نسب... نسبتی را سه بر 15 جمع 7 بر 15 جمع پنج بر 15 مخرج ها که مساوی است سه جمع افت جمع پنج میشه 15 بر 15 میشه یک سه است خب حال شاگرد از ما چیکار میتونیم؟ آل میتونیم بین و صرف مقایسه کنیم دسته ضعیف ده اینا چند هست عددش؟ 0.2، ده ای هم 0.2 هست. یعنی تعداد یا بگیم که دسته ضعیف دو صنف با همدیگه مساویست تعداد شاگردانش. نظر به تعدادشون فرق میکنه. دسته متوسط چند؟ 0.64 و 0.47. پس ای ب... ای دسته متوسط از ای بیشتر هست و بهتر کار کرده. و دسته قوی از ای 0.16 و 0.33. پس دسته قوی صنف دوم بهتر عمل کرده و درس بیشتر خواند نمره بیشتر گرفته تعدادشان بیشتر است چون 0.33 فیصد چی میشه 0.33 بیشتر از 0.16 است خب اما بعضی از کتاب ها شاگرد عزیز اینا رو به شکل فیصدی هم میتونیم چی نشان بدیم یعنی اگه من میار ضرب در 100 بسازم میار ضرب در 100 بسازم ضرب در 100 بساز جواب شند میشه میشه 20 پس میشه 20 فیصد سیست؟ اینی رو من زب در یک صد اگر بسازم جوابش میشه 64 فیصد سیس اینی رو زب در شا... بسازم جوابش میشه شانزده فیصد خب ایرم هم در یک بساز زب در میشه چند؟ میشه بیست فیصد این رو در یک بساز میشه چلو هفت فیصد سیس و ایرم هم در یکصد اگر بسازیم جوابش میشه سی فیصد پس میتونیم با فیصدی هم یار نشان بدیم همون کسرت نسبی را اگر ما ضبط در 100 کنیم فیصدی دریافت میشه با فیصدی آسان تر میتونیم مقایسه کنیم این 64 فیصد است در اینجا 47 کدام بیشتر است خود 64 فیصد بیشتر است دیگه نه در دیسه آخر در دیسه قوی ای چند شد؟ 16 فیصد و ای 33 فیصد پس سنف دوم بهتر در دسته قوی کار کرده درست است شاگرد عزیز؟ پس ما برای مقایسه دو تا سن یا دو تا جدول چی؟ کسرت وقتی که تعداد شاگرد تعداد دیتا ها با هم مساوی نباشد ما نیاز به چی داریم؟ کسرت نسبی داریم درست است؟ پس یه از درس امروز ما و شما شاگرده عزیز و گرامی پس کثرت نیتی خواندیم و فهمیدیم چی است اما کارخانگی تمرین های صفحه 226 و 228 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل دهم. خب شاگرد عزیز مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدارتان